حسن روحانی در همان روزی که در برابر دوبین های تلویزیونی اعلام کرد که دستور ساخت و نصب سانتریفیوژهای جدید از نسل پیشرفته را داده گله کرد که چرا کشورهای جهان و آژانس المللی انرژی اتمی به حکومت ایران در این زمینه یاری نمیرسانند این سخنان موجب شگفتی بسیار گردیده و به نوعی شیادی و فریبکاری تبیر شده زیرا وظیفه اصلی آژانس بین المللی جلوگیری از مجهز شدن کشورهای بیشتری به جنگ اتمی می باشد و نه آنکه وظیفهش کمک به حکومتهایی باشد که قصد ساخت بمب هسته ای دارند حسن روحانی در سخنان خود ادعا کرده که دنیا و آژانس بین المللی به رژیم ایران بدهکارند او در توضیح سخنان خود افزود دنیا و آژانس بین المللی اتمی به جای آنکه به برنامه های سلحامیز ایران برای استفاده مسالمت آمیز از انرژی اتمی یاری برسانند در ادامه اجرای این برنامه ها اخلال کرده اند و از این رو به ایران بدهکار هستند و باید این بدهکاری را بپردازند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در حال این سخنان را در یک سخنرانی به مناسبت آنچه که روز ملی فناوری اتمی نامیدند بیان داشت که حکومت ایران بارها به نقض تعهدات خود در چارچوب قوانین بین المللی دست زده و در همان حال که ادعا کرده هدف از برنامه های اتمی استفاده مسالمت آمیز و غیر نظامی است به انواع ترفندها دست زده تا جنبه های نظامی برنامه های خود را از آگاهی بین المللی دور نگه دارد. روحانی فراموش می کند که 20 سال پیش هنگامی که برنامه های گسترده اتمی رژیم ایران افشاگری شد آژانس بین المللی خواستار نظارت کامل گردید و حتی اعلام کرد که حاضر است همه نیازهای ایران را در زمینه استفاده مسالمت آمیز از انرژی هستهی تأمین کند و همه اطلاعات و وسایل را برای رسیدن به این هدف تأمین نماید و آن به شرطی که رژیم ایران تأسیساتی را که ممکن است کاربرد نظامی داشته باشد را برچیند. ولی حکومت ایران این پیشنهاد را نپذیرفته و چندین بسته پیشنهادی کشورهای اروپایی را رد کرده و به برنامه های اتمی خود ادامه داد. رژیم در همان حال که ادعا می کرد هدفش بهره برداری سلحامیز از انرژی اتمی است ماهیت بسیاری از فعالیت های خود را از آژانس بین المللی پنهان نگه داشت و حتی تأسیسات خود را به زیر کوه و زیر زمین منتقل ساخت تا بمباران آن دشوار باشد حکومت ایران میتواند تمام مواد رادیواکتیو را که مصارف پزشکی و انسانی دارد با کمترین قیمت از کشورهای تولید کننده وارد کند و نیازی به برپایی تأسیساتی ندارد که میلیاردها دلار برای ملت ایران هزینه ایجاد کرده است ایران و اسرائیل دو کشوری که از لحاظ فرهنگی و تاریخی مشترکات بسیاری دارند و در جغرافی های خاصی نیز قرار گرفتهاند به طور طبیعی می توانستند بهترین دوست و متحد یکدیگر باشند اما امروز در ردیف بزرگترین دشمنان یکدیگر قرار گرفته و تمام منطقه را نیز تحت تاثیر این خصومت و تنش های بی سابقه قرار دادند برنامه هشت یک گسترده و پر که هیچ چیز برای مردم ایران نداشته است به جز فقر و مخاطرات امنیتی و انزوای بین المللی و تحریم کمرشکن امروز تبدیل به تهدیدی برای امنیت ملی ایران و و جهان نیز شده است دهها میلیون ایرانی که گروگان و اسیر نظام ولایت فقهی و حکومت تمامیت خواه نظامی عقیدتی و پدیدهای به نام جمهوری اسلامی هستند بدون آنکه بخواهند یا نظرشان پرسیده شده باشد بایستی ناظر جهالت و تندروی حکومتی باشند که به هیچ چیز به جز بقای سیستم متحجر و ناکارآمد خود نمیاندیشند در حالی که نظام با معرفی نسل جدیدی از سانتریفیوژها ها و سرعت بخشیدن به برنامه هستهی میلیارد دلاری خود تصور می کرد که نگرانی جامعه جهانی باعث بازگشت آمریکا به توافق هستهی سال 2015 می شود عملیات خرابکاری در نتنز پوچی برنامه های بی حاصلشان را نشان داد اسرائیل مسئولیت مستقیم این حمله را بر عهده نگرفته اما کیست که نداند دولت اسرائیل برنامه هستهی نظام جمهوری اسلامی را تهدیدی برای امنیت ملی خود میداند و بارها گفته است که برای دفع این خطر از هیچ تلاش و اقدامی فرو نخواهد گذاشت. جمهوری اسلامی در تلاش بود تا زمان گریز از تعهدات برجامی خود را کوتاه کند، در حالی که اقدامات تحریک آمیز آنان زمان نتیجه بخش بودن مذاکرات اخیر در وین را کوتاه خواهد کرد ابزار نظام برای مقابله با غرب در مذاکره تخطی از توافق هسته‌ای و بالا بردن سطح غنیسازی بوده است که انفجار اخیر و پس از آن آتش سوزی در مرکز غنیسازی نتنز نشان داد که این ساز و کار ناکارآمد است تحریکات نظام ایران باعث شده که ایران و اسرائیل از مرز جنگ های نیابتی گذشته و وارد جنگ مستقیم شوند. کشتی تجاری هیلوسری اسرائیل در 26 فوریه گذشته مورد حمله نیروهای دریایی سپاه پاسداران قرار گرفت. مقامات دفاعی اسرائیل گفته بودند که این حمله توسط موشک ضد کشتی و مین چسبان به بدنه هیلوسری انجام گرفته است. شبکه برق تأسیسات نتنز در اسفند ماه گذشته در حادثه مشابه با آتش سوزی روز یک شنبه گذشته دچار حادثه شد اما اسرائیلی ها تلافی هیلوس ری را همزمان با شروع مذاکرات هسته ایران و چهار یک در وین با بکار اندازی مینهای چسبان روی کشتی ساویز در دریای سرخ جبران کردند مردم اسرائیل نظام جمهوری اسلامی را خطری برای موجودیت خیش و کشورشان میدانند مقامات نظام ایران بارها به صورت مستقیم اسرائیل را تهدید به حمله و نابودی کردند اما در این سو در ایران مردم از سیاست فرسایشی نظام درباره برنامه هستهای متضرر شدهاند و سیاست های حکومت را ناکام دیده و از آن حمایت نمی کنند مردم ایران اطلاع درستی از هدف نظام بابت خرج گذافی که در برنامه هسته پیش میبرد ندارند نه به درستی میزان مخارج شفافسازی شده است و نه توضیحی درباره علت گسترده کردن غنی سازی بالای 20 درصد و داشتن سانتریفیوژهای های پیشرفته داده نشده است وضعیت فعلی برنامه هسته ایران با ادعای صلح بودن آن مغایرت دارد و تنها باعث ایجاد نگرانی بیشتر در منطقه و جهان شده است هیچ گونه شفاف درباره ترور آقای محسن فخری داده, داده نشده است وی چگونه و به چه وسیله کشته شد و وی در برنامه هسته نظام ایران چه بوده است انفجار در تاسیسات هسته نتنز با مواد انفجاری انجام گرفته یا عملیات سایبری و نتیجه تحقیقات گروه کارشناسی چه میگوید زمانی که نظام حتی حاضر نیست در چنین سطح نازلی اطلاع رسانی شفافی داشته باشد مردم ایران چگونه می توانند درباره اتفاقات پیش آمده قضاوت کنند اینکه مردم کشور در این اتفاقات پیش آمده بی تفاوت هستند گسل بزرگتری نسبت به اختلافات موجود نظام با غرب را نشان میدهد نه برنامه هسته حکومت مدافعی دارد و نه گفتگوهایشان با غرب مورد علاقه و پیگیری مردم است اما آنچه که بایستی مورد توجه مردم قرار بگیرد به خطر افتادن امنیت ملی کشور است که تقابل با اسرائیل و متحده اصلی این کشور یعنی ایالات متحده آمریکا میتواند ضایعات جبران ناپذیری برای ایران، مردم این کشور و منطقه به دنبال داشته باشد. ورود وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل معید تصمیمگیری های جدیدی است که درباره نظام ایران و برنامه هسته این کشور انجام خواهند داد. مذاکره با گروه تعیین شده توسط رئیس جمهور جدید آمریکا و گفتگوهای مخفیانه با آنها به این امید که اسرائیل و کشورهای منطقه را می توانند دور بزنند، خواب و خیالی بیش نیست. مذاکره کنندگان آمریکایی ممکن است از زمره دوستان قدیمی آقای ظریف باشند یا چند ایرانی شهروند آمریکایی که در اینجا و آنجا مشاور شده اند بتوانند با بزرگنمایی از تاثیر یا نفوذ خود در دولت آمریکا امید واهی برای گشایش گفتگوهای نظام با ایالات متحده ایجاد کنند اما واقعیت چیز دیگری است حقیقت این است که بایدن برای رفع تحریم ها باید نظر کنگره را جلب کند و این عمل مستلزم آن است که ایران به شرایط توافق شده در برجام بازگشته و درباره برنامه موشکی و مداخلات خود در منطقه گفتگو کند یک سوی دیگر این مذاکرات کشورهای منطقه و اسرائیل هستند که مانع مذاکره کنندگان بایدن برای بازگشت به برجام بدون ایجاد قید و شرط برای جمهوری اسلامی هستند به این ترتیب اگر ایران همچنان بر موزه خیش اصرار و پافشاری کند مذاکرات وین بی نتیجه خواهد ماند و جمهوری اسلامی میماند و اسرائیل که بیش از پیش با یکدیگر حسابهایشان را به صورت مستقیم تصویه کنند سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال رو انتخاب کردید فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید پیروز باشید و تندرست